سلام به همه، بازم رامین هستم. البته درس شماره اول. از این بعد خواستم ویدیوهایی که با شما بسازم همش درباره گرامر زبان آلمانی باشه. خب درس امروزی ما در بشتمت آرتیکل حرف تعریف معین یا حرف تعریف شناخته شده که این سه تا هستند دی در دس، یا شما میتونم که اینتا در دی، خب در دی دس حرف تعریف نامعین در اون بشتمت آرتیکل یا حرف تعریف ناشناخته شده کدام ها هستن؟ این، بازم این، ایج هم این. خب در حرف تعریف معین یا شناخته شده، این حرف تعریف قبل از اسم، یعنی اسامی که شناخته شده و مذکر باشد می آید. خب دو مثال، در من عمر یا یک مرد یا اون مرد یا اون مرد، ده یونگا اون بچه یا اون پسر. خب دی این حرف تعریف ایم به مثل ده قبل از اسامی یا قبل از اسم، قبل از نام که شناخته شده و مؤنث باشد می آید. دی فراو، دی لیرارن، اون زن، اون معلمه. خب دس حرف تعریف معین دس، این حرف تعریف هم مثل این دوتا حرف تعریف دیگه قبل از اسم، قبل از اسامی یا اسم، ببخشین، قبل از اسامی یا اسم که شناخته شده باشد به کار برده می شود. خب یک نکته مهم در زبان آلمانی، استثناء هم وجود دارد یا موجود است. مثلا das Mädchen، اون دختر، اون دختری که خورده، دختری کوچه، دختری جوان. خب مثال بعدی das Büro، das Auto، das Fahrrad. das Büro دفتر کاری، das Auto و موتر، das Fahrrad هم دوچرخه یا بایسیکل. خب نکته، اشتباه فکر نکنید که در زبان آلمانی اشیا باید خونسا باشن، نخیر اینطوری نیست. خب حرف تعریف نامعین یا ناشناخته شده این حرف تعریف شناخته نشده قبل از اسامی ناشناخته که مذکر و خونسا باشند، مثلا ده و دس. خب اینه قبل از اسامی ناشناخته شده که مؤنث استند می آید. خب نکته، ببین در زبان آلمانی، در زبان حرف تعریف نامعین و ناشناخته شده جمع ندارن، اصلا جمعشان اینه، نمیتونیم بگیم اینه فراون، باید ما بگیم دی فراون، نمیگیم که این منه، باید بگیم دی منه. در زبان فارسی، در زبان دری هم ما نداریم، نمیگیم که یک مردها، یک زنها، نه. خب اینم ببینین، ایره شاید در درس‌های بعدی براتون درباره شاید بحث کردم، چون من هم خیلی مصروف می باشم، خب نمیتونم که هر روز بر شما ویدیو بسازم، اما وعده میتونم در هفته دو ویدیو یا سه ویدیو حتما براتون می سازم. خب نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف، گنتیف، درباره ازی هم خواهم ویدیو ساخت. ماسکولین، فیمینین، نویتروم، پلورال، در، این، دی، اینه، دست، این، دی، ام دی، جام جام میمونه. اکوزاتیف، دن، اینن، دی، اینه، دست، این، دی، جامشم جام. داتیف، دم، اینم، در، اینه، دم، اینم، دن، جامشم ایچی.
Genitiv. Des eines der einer des eines der. جمعش هم اچی. خب. حالا حرف تعریف ناشناخته شده. این ببینین. این من ماسکولین. ام به معنای ماسکولین. یک مرد هر کس بوده میتونه، هر مردی بوده میتونه. هاین کیند نویتروم خونسا هر طفل بوده میتونه، طفل احمد، طفل ما... نه معلوم نیست که طفل کی است، کی است اصلا ما نمیفهمیم چون ناشناخته شده است. این فراو یک زن، درست؟ فمینین. حالا مثلا ببین اینجا این فراو فیرست و عبد، یک خانم به طرف کار میره، به طرف وظیفه، با بایسیکل، با موتر، با هر چی که باشه. اف کنتا یه دست خوزن، هر خانم بوده میتواند. ناشناخته شده. دی فراو فرد مت اینم فقط سو عبد. ببین خواه دی فراو خانم شناخته شده است، یعنی معلوم است که در باره کدام خانم گپ میزنیم. مت اینم فقط سو عبد. ببین خواه اس اس اینا بشتمت فراو، یک خانمی است که مشخص است، یعنی شناخته شده است که در باره کدام خانم ما عرف میزنیم یا گپ میزنیم. ابا اس کند یه دس فقط زن، اما چون اینجا گفتم اینم فقط، حالا هر دوچرخه یا هر باسکل بوده میتونه، باسکل پخش بلند، یعنی هر باسکل میتونه بوده. خب حالا مثلا دفلور از فای لامپن، دالیز دو چراغ داره، دو برق داره، دو گروپ داره. یعنی معلوم داره کدام دالیز ما میگیم، کدام را ما میگیم، چون بابا تو معلوم است. دی فراو از گشتوبن، یعنی او خانم فوت کرد، یعنی او خانم درباره خانم ما تو گپ زده بودیم، چون این خانم شناخته شده است که کدام خانم ما میگیم. دس وانسما اد درای فنسا، یعنی او اون وانسما یعنی سالون سه دانه چیز داره، کلکین داره، یعنی پنجره داره. معلوم داره که کدام میگیم، کدام سالون در بارش ما حرف میزنیم، صحبت میکنیم. این من ات سن کنده، یک مرد ده طفل داره. حالا کدام مرد؟ حالا هر مردی که باشه معلوم نیست، چون نام مشخص نشد. اینا لیگرن اون تغشتت انده شوله، یک معلمه در داخل مکتب درس میده. حالا هر، یعنی هر زن بوده میتونه، هر زنه. حالا مثلا ما به تو میگم ایش هاوه هین هندی دی گکاوفت، ما یک موبایل خریدم. خب یعنی معلوم داره است درباره این موبایل ما تو صحبت کرده بودیم، ما تو گپ زده بودیم که همو آیفون یا همو سامسونگی که ما تو دیده بودیم در شهر، گفتیم ما تو اینا میخریم. پس ما خریدم، با تو گفتم ایش هاب این هندی گکاوفت. نین ببخشین اشتباه شد. ببینین خواه دست هندی، ایش هاو دست هندی گکافت، ما او تلفون خریدم، چون اون تلفون معلوم دار بود کدام تلفون، درباره تلفون ما تو صحبت کرده بودیم، یعنی اون آیفون را که ما دیده بودم خریدم. اگر من با تو بگویم ایش هاو هین هندی گکافت، پس بایی اینجا